روز برخلاف پیش بینی قبلی مجددا جناب آقای دکتر حمید میرزا آقاسی پژوهشگر محترم قرآنی هستند. علت معرفی ایشون به این ترتیب این است که ایشون در اسلام همه چیز رو از متن قرآن بر اساس تحقیقات و تفحصات خودشون استخراج میکنند و برداشت‌های متفاوتی نسبت به دیگران دارند. اما دعوت مجدد از ایشون قرار نبود هفته بعد بلافاصله انجام بشه. دلیل این دعوت ایمیل ها و تکس های متعددی بود که من از شما بینندگان عزیز دریافت کردم. به عبارت دیگر امروز آقای دکتر میرزا آقاسی شاید مقدمه 4-5 دقیقه‌ای رو خواهند گفت و بعد از اون من پرسش های شما بینندگان عزیز رو و نکاتی رو که در طول هفته گذشته با من مطرح کردید از جناب دکتر میرزا آقاسی سوال خواهم کرد. بنابراین اجازه بدید یک بار دیگر خوش آمد بگویم به پژوهشگر ارزنده مسائل اسلام و قرآن دکتر حمید میرزا آقاسی. خیلی خوش آمد. خدمتتون سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از اینکه به من این فرصت رو دادید که بار دیگر در خدمت شما و بینندگان محترم شما باشم. من چندین سوال خودم در هفته گذشته داشتم، یعنی از من سوال کرده بودن، که سعی کردم که با توجه به محدودیت زمانی که داریم پاسخهای اونها رو داده باشم. به همین دلیل من برنامه رو واگذار میکنم به جناب علی، اگر سوالاتی که شما مطرح میفرمایید همین سوالاتی باشه که از من شده که تکرار نکنم، یا هر طوری دیگه ای که سلام میتونید همونطور بفرمایید من شروع میکنم. من سوالای زیادی رو دریافت کردم و اجازه بدید از یک سوال مشخص آغاز کنم. آقای دکتر آقاسی، کم نیستن بین بینندگان ما و شنوندگان حرفای شما که در مورد زمان بازنشستگی خداوند میپرسند، میپرسند که کی خدا بازنشسته خواهد شد و دست از سر بشر برخواهد داشت. سوال عجیب غریبی است نه؟ خدا یک موجود مجرد هست و اندازه گیری خدا با ضابطه ها و استاندارد های موجودات مقید و حجم دار و بعد دار امر منطقی و صحیحی به نظر نمی رسه. بازنشستگی و از فعلیت افتادن یا فاقد فعلیت شدن جز مباحثی است که مربوط به موجودی میشه که دارای جسم باشه، در بعد زمان و مکان زندگی بکنه. ولی اگر منظور رابطه مخلوق با خالق باشه، رابطه مخلوق با خالق در قرآن بر اساس ارتباط با قانون خدا همیشه برقراره، یعنی خدا خالق قانون هست و طبیعت و هستی تابع اون قانونی هستند که اون قانون تابع خداست. یعنی هر چیزی وقتی پا به خلقت میگذاره، پا به هستی میگذاره، با یک سری ضوابط و قوانین موجود میشه. اصلا مشخصه یک هستی یا یک ذره از موجودات همون قوانینی است که بر او حاکم میشه. اگر که جسمی یا عضوی از هستی قانون نداشته باشه که مطلق میشه، در واقع خدای دوم به وجود آمده. پاسخ فرمایش جناب علی این است که بازنشستگی در کار خدا وجود نداره و رابطه خدا با انسان مثل رابطه این چراغ‌هایی هست که با کارخانه تولید برق داره. این چراغ‌ها تابع قانون خودشون هستند، ولی این قانون تابع قانون کارخانه است که این برق رو تولید میکنه و هر وقتی که اون کارخانه برق از کار بیفته، این چراغ هم در اینجا خاموش میشه.
در قرآن میگوید که خداوند هستی رو در شش مرحله آفرید و وقتی که به کمال و به استوا رسید به زبان قرآنی، اون وقت خدا بر فوق عرش قرار گرفت. عرش منظور جمع کل قوانین هستی است که این قوانین هستی از خدا ناشی میشه و ما تابع اون قوانین هستیم. حالا قوانین وقتی میگیم باید به دو قسمت بکنیم این قوانین. یه سری قوانین طبیعی جبری هست که بر جهان حکومت میکنه و هیچ چاره ای هم نیست، قانونی است که خدا آفریده و حاکم بر خلقت. نوع دیگر قانون، قانونی است که مربوط به حقوق افراد که قوانین اجتماعی است و مورد اجرا قرار میگیره. تموم شد همشتون؟ بله. شما در توضیحی که فرمودید رابطه خدا و بشر رو تشبیه کردید به رابطه کارخانه برق و این پروژکتورهایی که مقابل ما روشن، درست فهمیدید؟ همینطوره. یعنی منبع هستی رو خدا دانستید، منبع هستی و منبع ادامه هستی. ما در قرآن به دو عبارت، همه آیات قرآن با دو عبارت رحمان و رحیم شروع میشه که در واقع رحمان اشاره به بدعت یا اشاره به خلقت هستی میکنه و رحیم اشاره به تداوم و تواتر هستی میکنه. شاید این مثلا نگرش رو به وسیله نگرش عرفا بشه بهتر توضیح داد. حافظ که یکی از فیلسوف‌های عارف هست که کلامش رو به نظم گفته، در آغاز کلامش اون شعر معروف الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها، در اونجا میگوید به ساقی، منظورش خدا هست، که میگوید این جام می یعنی این عصاره هستی و این وجود رو دور بگردان بین ما شرابخواران، که خماری یا نبودن می باعث مرگ ما نشه. در واقع به اون ساقی در تشبیه و تمثیل به خدا اشاره میکند و میگوید امر شراب رسانی یا ادامه هستی بایستی مثل ساقی باشه که مرتب بین میخواران میگرده و به اونها مستی مجدد و مجدد میده. خود قرآن میگوید که انی نفخت و فیه من روحی، یعنی که من برای اینکه شما انسان رو البته بیافرینم و موجودیت حیاتی به او ببخشم، از نفس روح خودم در او میدمم. و این دمیدن در واقع به یک تواتر و استمرار اشاره میکنه که ما موجودات زنده، یعنی به خصوص انسان که دارای روح هست و ما معتقدیم که روح در انحصار حیات انسانی است، ریشه این روح تنفسی است که خدا در وجود ما میکنه و این تنفس رو همونطور که در آیه قرآنی آمده از روح خودش در ما، از ذات خودش، از منتهی الیه ضمیر خودش در ما نفس میکشه. هستی ما یک هستی وابسته به خداست. در همینجا مشکل هست. من نمیخوام سر بحث خدا خیلی بمونیم، برای اینکه به هر حال بحث بسیار حساسی است و در این حال ممکنه به هیچ جا نرسه. همینطور. ولی ببینید، تمام این مسیری که بشر داره امروز میره هیچ کدومش در جهت اثبات وجود خدا نیست. در جهت رد خدا هم نیست. قبول. اما تمام اون چه که داره اتفاق میفته، بشر داره برای هر پدیده‌ای در عالم هستی یک دلیل علمی پیدا میکنه. و خدا یک موجودیت علمی نیست، نمیشه با علم فهمیدش، نمیشه درکش کرد. حضرت علی، با تمام احترامی که براتون قائلم، تمام مستنداتتون به خود آیات قرآنه. من از شما دعوت میکنم که این آیات رو به صورت آیات قرآنی نگاه نکنید، به عنوان یک استیتمنتی یا بیانیه‌ای
یا نظریه‌ای نگاه بکنید به اونها که مدافعش من هستم. قبول. ولی این نظریه شما آیا نظریه علمی است، مذهبی است یا فلسفی است؟ هر نظریه مذهبی وقتی که در ذهنیت شما قرار میگیره تبدیل به فلسفه میشه. اصلا راه برخورد ما با ایدئولوژی از طریق نگرش فلسفی است. ولی تبدیل به علم نمیشه. شما الان میرسیم که علم رو شما چی معنی میکنید؟ ما وقتی میگیم خدا رو میخواییم اثبات بکنیم، ما وجود خدا رو میخواییم اثبات بکنیم یا معرفت به خدا رو میخواییم کسب کنیم؟ دو موضوع کاملا جدا از همه. ما در رابطه علی یعنی خدا رو علت میدانیم، اصلا اسم خدا رو بر میداریم. این هستی که در عالم به وجود آمده دارای یک نوع موجودیته، یک مشخصاتی هم داره. یعنی ما اگر به خدا نگاه بکنیم به عنوان خالق دچار اشکال میشیم، اگر بخوایم ذات خدا رو بشناسیم دچار اشکال میشیم. باید ثابت بکنیم و باید از علم استفاده بکنیم، از تجربه استفاده بکنیم، از تکرار تجربه استفاده بکنیم که علم همون تجربه برای اثبات وجود خدا. برای اثبات وجود خدا. اما ما برای اثبات علت اگر اسم خدا رو برداریم از او، بگیم این هستی معلول یک علتی است، روی اون علت اگر بحث بکنیم که آیا علت وجود داره یا معلول بدون علت به وجود میاد، اون وقت اثبات علیت خدا از طریق علیت میشه و این یک مرحله است که بعدن یک عده معرفت به این علت پیدا میکنن، یک عده برای این علت مشخصات قائل میشن، یک عده میگن این علت همون خالقه، خالق دارای شعوره، شعور دارای تداومه، خلقتی که میکنه نوعش خلقتی است که باید ادامه داشته باشه. بعضی ها معتقدن که اصلا نباید ادامه داشته باشه، بعضی ها میگوین این علت فاقد شعوره، بعضی ها میگوین تابع تصادفه. انواع و اقسام نگرش های معرفتی و فلسفی به این واژه علت وجود داره، ولی واژه علت رو نمیشه رد کرد. یه مثال خیلی ساده ای بزنم برای تعدادی از بینندگانی که احتیاج به اینجور مثال ها دارن. شما فرض کنید که بین دو تا کوه قرار دارید و دو تا کوه رو نگاه میکنید. از یک کوه آتش برمیخیزه، از یک کوه هیچ چیزی بر نمیخیزه. بنابراین این دو کوه با هم دیگه در مورد شعله های آتش متفاوت هستند. پس شما باید دنبال یک علتی بگردید که چه علتی وجود داره که این کوه دارای آتشه، اون کوه دارای آتش نیست. اما اگر شما دسترسی نداشته باشید به پشت کوه که علت این آتش رو جستجو بکنید، معرفت به علت آتش به شما داده نشده. اما آیا شما با توجه به اینکه قدرت رفتن به پشت کوه رو ندارید می توانید که وجود علت رو کتمان بکنید؟ پس بذارید سوال، شما اگر یه آتش فشانی میبینید، به صرف اینکه منبع آتش فشان رو تشخیص نمیدید، علت آتش فشان رو میتونید رد بکنید یا نه؟ پس بذارید سوالمو یه جور دیگه مطرح کنم، شاید به نتیجه برسیم. کدوم بخش از کشفیات علمی بشر و اختراعات علمی بشر که زندگی ما رو در این حد قرار داده دلیل مثبتی است بر اثبات وجود ذات باری تعالی؟ به چه صورتی شما مفهوم ذات باری تعالی در ذهن جناب عالی چیه؟ چیزی که در قرآن به من میگه خالق آدم هستیست، شما همین الان فرمودید از روح خودش دمیده در انسان، کدوم یکی از اینها در جهت اثبات این مطلبه؟ کدوم قسمت نیست؟ اگر همش شما نگاه بکنید، یکی دو مثال کوچک برای شما بزنم. شما نگاه بکنید که یک دانه گل بنفشه رو در زمین کشت میکنید و شما میبینید که یک گلی از این دانه کوچک میروید و سبز میشود. آیا این دانه یک نقشه عمل کردی است؟ این رنگ هایی که روی گل بنفشه ظاهر میشه، این رنگ ها در خاک در این دانه است؟ و بعد شما در همین خاک در کنار این گل بنفشه یک گل سرخ، تخم یک گل سرخ رو میکارید
و میبینید همین خاک با همین ظرفیت با همین امکانات از اون تخمک گل سرخ گل سرخ ایجاد میکنه، از این دانه گل بنفشه گل بنفشه ایجاد میکنه. این خاک آیا جز این است که باید نقشه ساختمان این دو دانه رو مطالعه بکنه و بعد شروع بکنه، علاوه بر اینکه نقشه خوانی میکنه مهندس ساختمان هم بشه و از مصالحی که داره در ساختمان یک پدیده شگرف و مرکبی مثل فرض بفرمایید یک گل بنفشه یا یک جاندار یا همه هستی رو شما اگر نگاه بکنید، آیا تصور شما به عنوان یک انسان فهیم نسبت به نقشه آفرینش و نقش خاک در ایجاد آفرینش، که این خاکی که شما ملاحظه میکنید، این خاک درخت میسازه، این خاک میوه میسازه، این خاک انسان مثل من و شما رو میسازه، میخوام نتیجه بگیرم که یک شعور و یک دانش و یک مأموریت و یک ظرفیت و یک محدودیت و بالاتر از همه اینها رو در جمع میکنیم، یک قانونی بر هستی حاکمیت داره که اون قانون معلول یک علتی است و ساخته یک سانه است. حالا لازم نیست ما اون سانه رو ببینید. شما جناب دکتر نتیجه‌ای که میگیرید خیلی با سرعت میرسید به سانه و سازنده. فرمودید در مورد گل که یک گل زرد میاد، این طرفش هم بنفشه در میاد، اون طرفش هم لاله عباسی در میاد، همه اینا این قابلیت تا اونجایی که البته بنده نه عالمم نه دانشمند نه ادعاشو دارم، در حد یک آدم عادی که میفهمم حداقل الفبا رو ممکنه بفهمم، بعضی چیزها رو خیلی محدود. ببینید یه قابلیت هایی در خود خاک هست، یه ترکیبات مختلف شیمیایی در داخل خود خاک هست. من واژه های علمیشو نمیدونم چون عالم زمینشناس و خاکشناس و کشاورز نیستم، و یه قابلیت هایی در تک تک اون دانه هاست که نتایج متفاوتی رو به بار میاره و گل های متفاوتی رو نتیجه میشه. علتش اینه، یک گل میشه لاله عباسی با استفاده از بخشی از ترکیبات که در خاک هست و قابلیت هایی که خود اون دانه داره. حالا تقاضای من از شما این است که نگرشتون رو اگر که نگرش تحلیلی بکنید که چه اتفاقی در خاک میفته. لازم نیست که عالم ما باشیم، کار فیلسوف اینه که راه عالم رو باز میکنه. من فقط برنامه سازم، فیلسوفم نیستم. نه نگرش شما نگرش فلسفیه، لازم نیست ما فیلسوف باشیم. اصلا ما جهان بینی انسان جهان بینی فلسفیه، فلسفی به این معنا که ما برای هر معلولی دنبال یک علت میگردیم و میخوایم ریشه هستی رو پیدا بکنیم که این هستی از کجاست. بذارید یک جور دیگه مطلب رو ادامه بدم. شما میدونید که نطفه تولیدی مرد جنس نر 20 میلیون واحدش در یک سانتی متر مکعب جا میگیره، یعنی انقدر کوچیکه. حالا این ذره به این کوچیکی که 20 میلیون عددش در یک سانتی متر مکعب جا میگیره، در برخورد و ترکیب با یک نطفه دیگری نقشه ساختمانی رو ارائه میده که از وجود یک انسان دیگری به نام مادر که خود اون هم از خاک درست شده، از این خاک تجزیه شده و ترکیب شده، شروع میکنه به ساختن یک موجود کاملی مثل وجود حضرت عالی. این سوال پیش میاد که آیا این معرفت و دانش معماری و طراحی و ساختمان که در این ذره‌ای که 20 میلیونش در یک سانتی متر مکعب جا میگیره، این سافت ویر، این نیرو، این دانش، این علم، هر چی که میخواید اسمشو بذارید، این در این ذره نهفته است؟ خارج از این ذره نهفته است؟ آیا این تابع تصادف و بیشعوری طبیعت که هر بار این اسپرم وقتی با نطفه ماده ترکیب میشه همین خاصیت و همین حالت ازش ایجاد میشه و همین سواد و دانش عظیم رو پیدا میکنه؟ یعنی شما نگاه بکنید به حجم و به کامپلکسیتی کار. شما هر آدمی در دهنش، من که الان با شما صحبت میکنم، 7 میلیارد به اندازه جمعیت کره زمین باکتری تو دهن من هست.
حالا شما ببینید که بقیه بدن من از چند هزار تریلیون موجود زنده ساخته شده و هر کدام از اینها در جای خودش قرار میگیره. سوال من به عنوان یک دو تا دوست از هم سوال میکنیم که فکر میکنید شما این ذره‌ای که 500 هزار تای اون سر سوزن جا میگیرن، این سواد و این اطلاع و این دانش رو که همردیف هم هست، یعنی همه این نطفه ها در هر کجای دنیا که باشن تقریبا یک ساختمان معینی رو انجام میدن. آقای دکتر، امروز علم تا اونجا جلو رفته که شبیه سازی انسان مقدور شده، شبیه سازی حیوانات مقدور شده. این قدم به جلوست، ولی تمام مسئله رو جواب نمیده، هنوز هم جواب نمیده. اما اینا هیچ کدومش دلیل بر این نیست که یک موجود غیبی، چون شما ببینید در آغاز فرمایشاتون یه بحثی رو مطرح کردید که نمیشه ازش گذشت. شما گفتید رابطه انسان و خداوند مثل رابطه کارخانه برقه و این لامپایی که بالا سر ما روشنه، یعنی رابطه تا این حد محکمه، وجود داره و روشنه، نمیشه تردیدش کرد. هیچ کدوم از این پیشرفت‌ها نشون نمیده که یه همچین رابطه‌ای وجود داره. این استنتاج جنابالیه از قرآن و بر مبنای اعتقاداتتون. ولی میدونید اینکه اسپرم چه مشخصاتی داره، اوول چه مشخصاتی داره، ترکیب اینها که سبب میشه جنین به وجود بیاد، چرا به وجود میاد؟ خب من باید یه بیولوژیست رو دعوت بکنم بیان و صحبت بکنن اینجا. سوال من اون نبود. نه اجازه بدیم، برای اینکه بخشی از پرسش شما اینه که چه خاصیتی در این هست که اینجور میشه، چه جوری میشه که در همه نقاط عالم وقتی اسپرم و اوول با هم ملاقات میکنن ممکنه منجر به تشکیل جنین بشه؟ درسته، انسانی که در همه جهان مشخصات مشابهی داره، این ارتباطی با خدا نداره. من راجع به ارتباطش با خدا در این مقطع صحبتی نکردم. من صحبتم این بود که شاید سودمند باشه اگر که ما مطالعه بکنیم و ریشه دانش این ذره بسیار کوچک رو که مرتب از ذهن ما فرار میکنه که چقدر کوچکه، ریشه دانش و معرفت و نقشه‌خوانی و فن معماری و فن ساختمان. یک موضوعی که واقعا حیرت آوره این است که این ذراتی که ما به نام اسپرم و نطفه میشناسیم اونها رو، اینها نه تنها همشون با هم دیگه از یک سواد مشترک و یونیفرم برخوردار هستند، یعنی همه اسپرم ها دانششون با هم مساویه و این اسپرم به این کوچکی این دانش مساوی رو در یونیفرمیتی از کجا اکتساب کرده و بعد از کدوم مخزن دریافت میکنه؟ سهل است. سوال دوم که باز هم به حیرت انسان اضافه میکنه این است که این 7 میلیارد باکتری که در دهن منه، شاید 70 هزار تریلیون موجود زندهی که منو ساخته، این موجودات وقتی که میخوان بدن منو بسازن هیچ کدومشون کار تکراری انجام نمیده، یعنی این ذرات بسیار بسیار ریز و اندک علاوه بر این که خودشون هر کدامشون یک معرفت دار و دانشمندی هستند، یک مهندس معمار هستند، یک بیولوژیست هستند، یک ساختمانساز هستند، از ساختمان و از انجام کار رفیق بغل دستیش هم مطلع، یعنی این تعداد کثیر موجود زنده که بدن شما رو دارن میسازن، اگر یکی از این ذرات یک موجه برای شما میسازه، اون ذره دوم از کارنامه این با اطلاع و اون کنار این یک موجه دیگری میسازه، جای اون یک موجه نمیسازه. غرضم این است که دو جور نالج و دو جور معرفت و اطلاع دارن اینها، این ذرات بی مقدار، این ذراتی که بسیار کوچکه. اطلاعات اینها هم از کارکرد خودشون با اطلاع هستند که چه بنایی رو باید بسازند. هیچ وقتی تخم گل بنفشه گل روز نمیسازه، این است که هم به کار خودش وارده و هم از کارکرد رفیق بغل دستیش و رفقای دیگری که در این سیستم کار میکنن با اطلاعه. هیچ کدامشان کار دیگری رو تکرار نمیکنه. این وسعت دانش و وسعت معرفت و وسعت تخصص و علمی که این ذرات دارن مورد سوال منه، نه اینی که اینها رو کی خلق کرده یا نکرده. خب شما از یه پدیده علمی
دارید استفاده میکنید به دلیل جهل طرف مقابلتون، یعنی بنده که شناختی ندارم از مسائل زیست شناسی بدن انسان، به هر حال چگونگی شکل گرفتنش، برای توجیه نظراتون من بازم تکرار میکنم آقای فرزنده، من راجع به این سوال نمیکنم. نه من سوال من سوال بیولوژیک نیست. نه اجازه بدید من جملم تموم کنم. من فکر میکنم باید در یکی از این جلسات من دعوت بکنم در مقابل جناب عالی یک زیست شناس، آدمای علمای علوم طبیعی که هستن داریم، اونا بیان بسیاری از این سوالات جناب عالی رو میتونن با تحلیل علمی پاسخ بدن و ممکنه بر اساس اعتقادشون راهی به خدا بزنن، ولی من معتقدم که عده زیادیشون نه اینکه بخوان از جنگ با خدا چیزی گیر کسی نمیاد، ولی اگر ما خدا رو به خداییش واگذار کنیم و بشر رو حاکم بر سرنوشتش بکنیم، بسیاری از مصائبی که مذهبیون در طول تاریخ بشر بر بشر تحمیل کردن رو میشه جلوشو گرفت. بنده به شما قول میدم که میرم و حتما سعی میکنم یه عالمی رو پیدا بکنم که در مقابل این مثالهایی که شما میزنید، اینا همش جواب علمی داره که در این اسپرم چه ویژگی هایی هست، من سوادم نمیرسه که ویژگی های اسپرم رو برای شما تحلیل کنم. این قسمت از بحث رو لااقل برای اینجا بتونیم که بسته‌بندیش کنیم، پکیجش کنیم، میتونیم بازم نگرش داریم آمادهش کنیم. سوال من این نیست که چه اتفاقات علمی میفته، سوال من به زبانی که به خاطرمونم بمونه برای جناب عالی و برای بینندگان این هست که اون بانک اطلاعاتی که این اطلاعات ازش ناشی میشه، ما منکر اطلاعات که نمیتونیم آقای فرزنده بشیم، یعنی بگیم که اطلاعاتی وجود نداره در این اطلاعات هست. سوال من اینه که آیا ما میتوانیم که با علم یا با فلسفه که هر دوشان با هم دیگه البته همسایه و دوست هستن، ما آیا میتونیم که این دوتا با هم دوستن ولی مذهب میاد این وسط، پاشو از خط قرمز میذاره اونورتر و همه چیزو به هم میریزه. اگر ما بتونیم که این رو ثابت بکنیم که یک بانکی در یک جایی وجود داره که همه این اطلاعات اونجاست، یک قدم ما رو به طرف رسیدن به حقیقت. موضوع شناخت خدا مطرح نیست، خدا یعنی حقیقت. اگر که ما بخواهیم که شما دائما در جهت اعتقادات خودتون بسیارم محترمه، ولی این بحث رو واگذار میکنیم به یک متخصص دیگه. من فکر میکنم که در مقابل شما، نه مقابل شما، نه در کنار شما روی این میز اصولا باید یک عالم علوم تجربی و طبیعی وجود داشته باشه که اون هم بتونه واقعا یه مقدار گرفتاری های جناب عالی شما و یه مقدارم بنده رو، جهل بنده رو بتونه جبران کنه. اجازه بفرمایید که برم سر پس این قسمت رو باز نگه میدارم. باز نگه میدارم. خوبه، از نظر شما بسته بندی کردی و از نظر من بازه در جستجوی بانک. بعد این همین نوار رو میذاریم در آغاز اون برنامه و با هم میبینیم که چجوری باید این بانک رو پیدا کرد و چگونه باید بهش نگاه کرد و موجودیش رو بررسی کرد. یکی از پرسش هایی که از جلسه قبل شد با شما که شرکت کردید در برنامه این بود که شما معتقدید برای فرار و گرفتار نشدن در دام خیلی از حرفا، شما فقط می‌فرمایید که مستند اصلی همه تحلیل هاتون که بسیاری از تحلیل های حضرت عالی من مشتهد نیستم ولی از نظر نظام جمهوری اسلامی کفره و شما در به همون اصل نظام جمهوری اسلامی نه خوده من اسلامی و جناب عالی به همون داغ و درفشی دوچار میشید در ایران که خب ممکنه بنده دوچار بشم. به همین جد هر دومون در اینجا هستیم و نمیریم بیرون. جناب دکتر میگن شما به علت این ویژگی هست که نمیخواید خط خودتون رو گم بکنید که فقط معتقدید تنها مستندی که باید بهش پرداخت قرآن کریمه. شما اخبار رو قبول ندارید، روایات رو قبول ندارید، احادیث رو قبول ندارید، در حالی که پایه فقه شیعه فقط قرآن نیست.
قرآن و سنت. تونستم بگم سوالمو کاملا؟ این بحثای شما رو که آزار ندادم ابدا. این بحثای کوتاه تلویزیونی شاید اصلا برای این کار ساخته نشده باشه، چون انقدر مباحث جنبی داخل این کار میشه. اولا شناخت سنت رو باید ببینیم که آیا سنت رسول الله از سنت خدا جدا بوده یا همون سنت بوده. بر اثر مطالعات قرآنی من، سنت پیغمبر سنت اطاعت از خداست و ما از پیامبر اطاعت که میکنیم یعنی از سنت اطاعت او اطاعت میکنیم، یعنی ما الواسطه پیامبر ما از خدا اطاعت میکنیم و آیات الهی. سوال من دفعه پیش از بینندگان این بود که ما وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، به روایت نگاه میکنیم، به شأن نزول نگاه میکنیم، به حدیث نگاه میکنیم، به برداشت های افراد نگاه میکنیم، به استنباط های علما نگاه میکنیم، به تعابیر عرفانی نگاه میکنیم، به تشبیهات شهودی وجدانی افراد مراجعه میکنیم، همه اینها هست در مورد قرآن گفته شده. یک سوال اساسی که در اینجا مطرحه، آیا این صحبت ها و این گفته ها با متون قرآنی در واقع تطبیق میکنه یا نمیکنه؟ اگر تطبیق نمیکنه که خب خود به خود از نقطه نظر مقایسه با قرآن کنار میرن، و اگر تطبیق میکنه آیا این تطبیق در جهت تشریح آیات قرآنی است یا در جهت بدعت و ساختمان یک سری قواعد و قوانین جدیده؟ اگر اینها بر مبنای قرآن و تعبیر قرآن و تشریح و تفسیر قرآن بیان میشه، باید قادر باشه که اتکای خودش رو به قرآن حفظ بکنه. اگر تفسیر معرفارقه و به صورت مستقل، فرض بکنید که مثلا در قرآن گفته که هیچ چیزی رو خارج از عقل قبول نکنید، در همین قرآن گفته که پیامبر اسلام خطا نکرد، در همین قرآن گفته که نکاح باید تابع رضایت طرفین و ظرفیت برای رضایت باشه و ظرفیت قانونی داشته باشن یا به قول خودشون اهلیت داشته باشن، حالا شما همه این فرضیه ها رو که در قرآن هست کنار هم میگذارید، مراجعه میکنید به بزرگترین مورخ و بزرگترین محدث تاریخ اسلام، بخاری، که یک محدثی است که جامعه اسلام او را قبول داره. میبینیم که در احادیثی که در کتاب بخاری آمده، پیغمبر اسلام رو متهم میکنه به اینکه با یک دختر 5 ساله ازدواج کرده. حالا ما در مقابل این حدیث که قرار میگیریم، یا باید بگیم قرآن باطله، قرآن دروغه، یا باید بگیم پیامبر اسلام گناهکاره، بعد مراجعه کنیم به قرآن که قرآن شخص گناهکار رو تبرئه کرده، یا بگیم بخاری دروغ میگفته، یا بگیم اخباری که به او رسیده اشتباه بوده؟ ما در یک جایی قرار میگیریم که به هر حال حدیث، روایت و تاریخ و شأن نزول و بقیه انضمام ها و الحاقاتی که به قرآن نزدیک میشه، اینها هیچ کدام نمیتواند که جای قرآن رو بگیرد. اگه مورد نظر ما قرآنه، اگه مورد نظر ما اسلامه، کسانی هم که اجتهاد میکنند یا فتوا میدن، قوانین اجتهاد و قوانین فتوا بر اساس قوانین قرآن باید باشه و قرآن میگوید که تو مجاز نیستی که قانون فرعی ایجاد بکنی که مستند و متکای خودش رو مورد تخطی و تکذیب قرار بده. شما اگر که میخواید برای ازدواج قانون وضع کنید، البته مجازید که این کار رو انجام بدید. دنیا هر روز عوض میشه، قوانین ازدواج هم هر روز عوض میشه، ولی یک اصل رو شما نمیتونید که از ازدواج بردارید. اصل تعقلی که در قرآن میگه دو خاصیت ازدواج باید داشته باشه و الا ازدواج معتبر نیست. اولا رضایت درش باشه و فهم فرد نسبت به رضایتی که میده مطلع باشه. یعنی یک بچه 5 ساله بهش بگید که میخوای مثلا دختر بچه 5 ساله با من ازدواج کنی، بگه بله من رضایت دارم، رضایت اون قبول نیست. منظور این که اون چیزی که در قرآن عوض نمیشه قوانین اخلاقی و قوانین کلی قرآنی که حاکم بر قوانین موضوعه. جناب دکتر آقاسی، مثالی زدید که من نمیخواستم وارد این مطلب به این شکل بشم، ولی مثال خود شما منو میاره.
چون پرسش بیننده هنوز به پرسشی که در مورد مسائل دیگه هست ما نرسیدیم، در مورد این بود که شما تنها منبعی که قبول میکنید قرآن هست و میفرمایید قرآن و سنت هست. ببینید، شما مثال زدید ازدواج پیامبر محترم اسلام رو با یک دختر 5 ساله. من فکر نمی کنم در قرآن باید دنبال این گشت، باید در مورد تاریخ زندگی پیامبر اسلام دنبالش گشت که پیامبر چند بار ازدواج کرده، این ازدواج ها چه معنی داشته، این زن ها چه ویژگی داشتن و چرا. نه، اجازه بدید، مهم نیست که ما چه نتیجه می گیریم. اگر اتفاقی در زندگی پیامبر اسلام افتاده است، نمیشه این اقدام رو فقط بر مبنای آیات قرآن و سنت و احادیث آقای روایات بخاری. و احادیث بله آقای بخاری، جناب بخاری اینها رو تحلیل کرد. به هر حال خود شما گفتید که وقتی بخاری این مطلبی رو میگه، جهان اسلام بخاری رو قبول داره. شک نیست که بلافاصله به من خواهید گفت این به معنی تأیید 100% و همه جانبه بخاری نیست. بخاری هم بشر بوده، بخاری هم جایز و خطا بوده، بخاری هم بعضی جاها دست کارش چیز داره، ایراد داره، اما یک شخصیت مهمی است که جهان اسلام قبولش داره. درسته، این زندگی پیامبر اسلام یک تاریخی داره، در این تاریخ ازدواج‌های متعددی پیامبر اسلام کرده و بنا به دلایلی این ازدواج‌ها رو کرده و این زن‌ها هر کدوم در یه سن خاصی بودند. من بدون اینکه بخوام وارد تحلیل قرآنی بشم، از شما به عنوان یک عالم قرآنی دارم سوال می‌کنم، پیامبر اسلام چند بار ازدواج کرد؟ البته جواب این رو هم شما می‌دونید هم من می‌دونم، اون چیزی که در تاریخ منعکس شده. ولی جواب من به این جواب سوال منو بدید. به این سوال من به این علت جواب نمیدم که موضوع صحبت ما چهارچوب قرآنه. در قرآن نه اسم عایشه رفته، نه اسم علی رفته، نه عثمان، نه عمر، نه ابوبکر، نه زنهای پیغمبر. جناب دکتر آقاسی، حتی اسم خدیجه در قرآن نرفته. جناب دکتر آقاسی، با همه احترامی که قلباً برای شما دارم و افتخاری که به دوستی شما میکنم، نمیشه در برید از زیر سوال. سوال رو من طرح نکردم، بیننده داره مطرح میکنه با شما و شما دارید میفرمایید که این اتفاق در زندگی پیامبر نیفتاده چون با متن قرآن نمیخونه. اجازه بدید من میگم قرآن رو ببندید، کنار بگذارید. شما به من به عنوان یک عالم قرآنی، یک اسلام شناس که با تاریخ زندگی پیامبر اسلام آشنا هست، بفرمایید پیامبر اسلام چند بار ازدواج کرده؟ این اگر دلایلی برای هر ازدواج دارید اون رو بفرمایید. سنین این بانوانی که به افتخار ازدواج با پیامبر اسلام نائل شدند، اینا هر کدوم چی بوده؟ این چطور، این چرا جواب به این سوال نمیدید؟ بارها راجع به این موضوع صحبت شده، هزاران هزار بار. میشه الان هم کتاب تاریخ همون آقای بخاری رو باز کرد و از زبان ایشان گفت که ایشان 27 زن داشتن، تعداد زنهاشون این بوده، اسمش این بوده، به این دلیل گرفته، به اون دلیل گرفته، این حرفا رو زد و تبرئه کردیشون رو یا تبرئه نکرد. ولی شما از من میخواهید، من پیامبر، من در مقامی نیستم که اصلا فکر کنم پیامبر اسلام شما از من اشتباه کرده. من اتکا در مورد اسلام داریم صحبت میکنیم، من متکی به قول آقای بخاری باشم، در حالی که من استندم اینه که من متکی به قول خدا، به نظر من این کتاب بیان خداست، کلام خداست. جناب دکتر، بنابراین من میخوام متکی به کلام خدا باشم. جناب دکتر، نه کلام آقای، من کلام خدا رو براش اعتقاد و احترام قائلم، چون و به شما احترام میذارم به خاطر اعتقادتون. اما شما مسئله رو مطرح کردید، شما گفتید که این منطقی نیست که پیامبر اسلام با یک دختر 5 ساله ازدواج کرده باشه. درسته این؟ اینو شما فرمودید، در حالی که اصلا من پرسشم این نبود از شما. پرسش من از شما این بود که چرا جناب عالی فقط قرآن رو قبول دارید به عنوان منبع تحلیل هاتون؟ دقیقاً به همین دلیل.
آره، حالا اینو میذاریم سوالو باز، اینو همینجا باز نگه میداریم تا بخوایم اینا رو ببندیم با هم. شما به من بفرمایید که وقتی میفرمایید آیا من میتونم از شما بپرسم؟ بسیار خوب، شما به من بفرمایید پیامبر اسلام رو میشناسید؟ شما میفرمایید بله میشناسم، در حدی که دانشم و شعورم و امکانشو داشتم. حالا در قرآن که به هر حال وقتی شما یه شخصیت رو میشناسید با جامعه طرفید که همه مستند، چون قرآن نیست، مستند شما قرآنه، اونها هم تاریخ رو یک ملاکی قرار میدن. پیامبر اسلام یک شخصیت تاریخی است. اونها مسلمانان در تاریخی هستند. در وجود موسی تردید هست، در وجود عیسی تردید هست، ولی در وجود محمد تردید نیست. درسته این حرف؟ خب حالا من چیزی که از شما جناب بفرمایید، من چیزی که از شما دارم استدعا میکنم، به من بفرمایید که پیامبر اسلام، چون خودتون مسئله رو مطرح کردید، چند بار ازدواج کرده، در چه شرایطی ازدواج کرده، این زنها هر کدومشون چه ویژگی داشتن که تونستن به این افتخار نائل بشن؟ ما از نظر قرآنی در این مورد هیچ اطلاعی نداریم. اما در قرآن هیچی نیست. نیست. اما از نظر تاریخی به یک تاریخ بی‌اعتباری متکی هستیم و یک تاریخ بی اعتبار و بی استنادی رو در دست داریم که اول کاری که این تاریخ میکنه نفی قرآن رو میکنه. بنابراین شما از من به عنوان یک مسلمان قرآنی مطالبه میکنید که من تاریخی رو که مغایر با اصول قرآن میدونم، قرآنی که خوب یا بد مورد اعتقاد منه، متکای منه، من تکیه همه استناداتم به قرآنه، بعد در مقابل قرآن یک تاریخی قرار میگیره که اون تاریخ رو از من میخوان که تعریف بکنم یا توجیه بکنم، در صورتی که من از اول این تاریخ رو که نگاه میکنم میبینم خلاف قرآنه. بنابراین از نظر من اون تاریخ باطله و از نظر من اون تاریخ هیچ نوع اعتباری نداره. از نوع نگرش دینی اسلامی پایه و اساس محکم دین اسلام این قرآنه. اون چه که خارج، ببینید اگر که من و شما یه روز تصمیم بگیریم یک حمام ذهنی بگیریم، این خیلی کار مشکلیه ها. من به همه بیننده هام پیشنهاد میکنم که این کوله بارهای خاطرات، کوله بارهای شنیده ها، کوله بارهای شایعات، کوله بارهایی که ما باش بزرگ شدیم در زندگی، یک لحظه ما چشممونو ببندیم ببینیم این دین اسلامی که ما قبول داریم چند درصدش متکی به قرآنه، چند درصدش متکی به شنیده های خارج از ببینید قرآنه. آقای دکتر، من فکر میکنم که این وظیفه شخصیت های شبیه شماست، چون اولا همه ما نه انقدر فرصت داریم در مورد قرآن مطالعه کنیم، نه در مورد تاریخ زندگی پیامبر. تاریخ رو، تاریخ زیاد و کم توش زیاده، دروغ و راست، دروغ خیلی توش هست. اینجا در واقع یکی از کسانی که باید سعی کنه سر رو از ناصره در گفته های تاریخ و روایت های تاریخ تشخیص بده و بیرون بیاره، آدم های شبیه شما هستن. شما باید این کار بکنید. شما یه پیامبری دارید، یه تاریخ زندگی داره و یه تعداد ازدواج داره. این ازدواج ها رو در رابطه با قرآن دید، اگر شما میخواید ببینید. بعضی از اینها رو نمیشه انکار کرد که این اتفاقات افتاده در زمان پیامبر اسلام. حالا چطور نمیشه انکار کرد؟ نه، اگر اتفاق افتاده باشه که نمیشه انکار کرد. ازدواج پیامبر رو با خدیجه که نمیشه انکار کرد. میشه؟ اون رو هم ما در قرآن خبری از خدیجه نداریم. پس رد میکنی؟ من میگم من رد نمیکنم، قبول هم نمیکنم. اگر زندگی خدیجه به عنوان یک زن، حالا اصلا اسمش خدیجه نیست، اسمش هر چی هست، ما نگاه میکنیم، اگر تاریخ در مورد خدیجه با مفاهیم ارزشی قرآن تطبیق میکنه، میگوییم خب همسری بوده یا نبوده. اصلا هیچ مگه میشه وقایعی برای من نداره جناب عنوان یک مسلمان. جناب دکتر آقاسی، نه شما که اگه فقط یه مسلمان عادی بودید مشکلی نبود، مجموعه اعتقاداتون دایره نفوذش از حد خانم بسیار محترم شما تجاوز نمیکرد و حتی اکثر فرزندانتون که در این دوران نه فرزندان من نه فرزندان شما گوش نمیکنند. یکی از اساتید دانشگاه تگزاس که چند شب پیش با من صحبت میکرد میگفت ما میخوایم با آقای فروزنده تماس بگیریم و بگیم تعداد کسانی که مثل شما فکر میکنن
فقط در شهر هیوستون چند نفر هستند؟ گفتم شما این کار رو مستقل خودتون انجام بدید. نه من شما رو میگم آقای دکتر. ببینید که آیا مثل من چند هم هزاران نفر؟ نه من نمیگم شما تک هستید، اصلا همچین حرفی نمیزنم، یعنی اینقدر بیدانش نیستم. اگه شما تاریخ اسلام رو الفباش رو مطالعه کرده باشید میبینید از این شخصیت ها زیاد بودن، امروز هم زیاده. شخص شما رو دارم انگوش میذارم، شما از طریق این میکروفون و این دوربین و این میکروفون ها و این دوربین ها عده بیشتری رو تحت تاثیر فرمایشاتون قرار میدید، بنابراین عده بیشتری از شما با تا اون که در تگزاس هست هنوز به این وسایل دسترسی نداره پیام های شما رو دریافت میکنم. پرسشی که من از شما دارم و کماکان انتظار پاسخ شو دارم اینه، تاریخ زندگی پیغمبر پیامبر اسلام رو چگونه باید مطالعه کرد؟ شما میفرمایید در رابطه با قرآن، در حالی که ممکنه حوادثی اتفاق افتاده شده در قرآن نیست. اگر که کتب معتبر دیگه به اون حوادث دارن اشاره میکنن، چه شما قبول بکنید چه نکنید از اهمیت حقیقت کم نمیشه. اجازه بفرمایید که پاسخ شما رو به این سوال بعد از پیام‌های بازرگانی تلویزیون داشته باشیم. حتما. متشکرم. بینندگان عزیز با ما باشید. Inspired by an ancient culture, mesmerizing, vigorous physicality, beautiful, a nimble master. 5000 سال موسیقی و رقص زیبای چینی در هالیوود، لانگ بیچ، کوستا میسا، نورتریچ و تاوزن اوکس از 22 ژانویه تا 8 فوریه 2015. برای تهیه بلیط به وبسایت shenyun.com/la مراجعه کنید. برای پخش پیام‌های بازرگانی خود در شبکه اندیشه با شماره 818-734-7100 و یا با سایت www.andishe.tv تماس بگیرید. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه همصدایی امروز در خدمت جناب دکتر حمید میرزا آقاسی، پژوهشگر قرآنی و کارشناس امور اسلامی هستیم. پرسشی رو که قبل از پیام‌های بازرگانی ازشون کردم، حالا منتظر پاسخ جناب دکتر آقاسی هستم. من ضمن اینکه به هیچ عنوان اهمیت تاریخ و ارزش آموزشی تاریخ رو رد نمی کنم، ولی در این حال به این حقیقت هم پابند هستم که مبحث قرآن و اسلام یک مبحث مستقل و کاملی است که برای استنتاج احتیاج به مراجعه به تاریخ، حدیث، شأن نزول، روایت و بقیه
برداشت ها و استنباط ها نداره. همونطور که بارها عرض کردم، ما همه باید با استنباط های فردی که مختلف و متفاوت از یکدیگر هست به نوعی برداشت از قرآن برسیم و بعد آزادی بیان داشته باشیم، امنیت بیان داشته باشیم و اجازه داشته باشیم که استنباط های خودمون رو مطرح بکنیم. موضوعات تاریخی یا با قرآن تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. در هر دو صورت از نقطه نظر مطالعات قرآنی و معرفت به اسلام قرآنی اموری نیستند که ما در بحث هامون احتیاج داشته باشیم که به اونها اشاره کنیم، ولی به عنوان یک مبحث مستقل هر تاریخی قابل بررسی است و هر تاریخی میتونه که وجوه اعتباریش تشخیص داده بشه، درش مطالعه بشه، کجاش درسته، کجاش غلطه، صحتش و یا سقمش معلوم بشه. اما اینکه ما موضوعات قرآنی رو با موضوعات تاریخی مخلوط بکنیم و یکی رو سند اتکا و استناد دیگری بگیریم، من فکر میکنم که این کار درستی نباشه. از نظر اسلامی که من میشناسم و استقلالی که من برای اسلام قرآنی قائل هستم. ولی خودتون متوجه هستید جان دکتر که استدلالتون چه اشکالی داره؟ بفرمایید که من بفهمم. ببینید آقای دکتر، شما یه قرآن دارید، کتاب مقدس مسلمانان جهان، مورد احترامم هست، و شما یه سری وقایع تاریخی دارید. بله. ممکنه مواردی پیش بیاد که همه منابع تاریخی و قابل قبول تاریخ یه حادثه‌ای رو، یک رویدادی رو، یک ویژگی‌هایی رو برای یک شخصیت تاریخی اینها رو تایید بکنه و این درست در تضاد با قرآن باشه. حالا چون من اینجا داریم، من و شما داریم بحث می‌کنیم، اینه ممکنه در تضاد با تورات باشه، با انجیل باشه، ممکنه در تضاد با پیام‌های بودا باشه، هر چی. شما می‌فرمایید که این وقایع، اولا اشاره میکنید به مخلوط شدنش، لازم نیست این دوتا با هم مخلوط بشه. قرآن پیام های خودش رو داره و حقایق تاریخی هم در کنار این هست. شما این رو میگید که زمانی که این در تضاد با پیام های قرآن قرار میگیره کنارش میگذارید. از نظر شریعت اسلامی، از نظر اعتقادات اسلامیتون شما درست عمل میکنید، ولی حقایق تاریخ رو که نمیتونید انکار کنید. آخه من سر این موضوع حقیقت و حقایق با شما یک مقداری تفاوت نظر دارم که ما به چه چیزی حقیقت اطلاق میکنیم و امر حقیقت تا چه حدی نسبی است، تا چه حدی به قول این آمریکایی ها سابجکتیو هست. باز هم من موضع خودم رو تشریح میکنم که هر زمانی که من به تاریخی عقیده پیدا بکنم، دین یه امر فردی است، یک امر اجتماعی نیست. یعنی دین اسلام، منظور من اینا، دین مسیحی یک دین اجتماعی است، دین اسلام دین اجتماعی نیست. جلسه پیشم عرض کردم که در دین مسیح کلیساها راجب به دین تصمیم میگیرن، راجب دین فکر میکنن و آدمها از کلیساها تقلید میکنن. در اسلام قرآنی امر تقلید وجود نداره، استنباط فردی باید مؤثر باشه و من به عنوان یک منفردی که معتقد به دین اسلام قرآنی هستم، هر زمان که تاریخی که معارض با قرآن هست برای من معتبر بشه، من اسلام رو رها میکنم. آیا این سوالی که من از حضورتون مطرح میکنم ممکنه خیلی سوال پیچیده روشنفکرانه نباشه، ولی پرسشه شاید بسیاری از مردم عادی مثل من هست که ممکنه بپرسن آقا پیامبر اسلام چند تا همسر داشته؟ این همسران چه ویژگی داشتن؟ جوانترین و مسنترین اینها در زمانی که به زوجیت پیامبر اسلام در آمدن چی بوده؟ آیا این سوال رو یه مسلمان میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه؟ حتما هم مسلمان میتونه جواب بده، هم مسلمان میتونه که سوال بکنه. پاسخ من
به عنوان یک مسلمان قرآنی؟ به عنوان یک مسلمان قرآنی این است که من نمیدانم، اما میدانم که هر ازدواجی که کرده، چون قرآن میگوید محمد خطا نکرده، بنابراین ازدواج او تابع قرآن بوده. ولی در زمان تنفس هم این موضوع خدمتتون تذکر داده شد که من اگر که بخوام از این تلویزیون به عنوان یه پایگاه معرفی خودم استفاده بکنم، که نمیخوام این کار رو بکنم، عرض میکنم که من 75 صفحه یک مقاله‌ای دارم که 75 صفحه نوشتم به زبان انگلیسی و 63 رفرنس دادم از خود همین مسلمان‌های حدیثی، 63 رفرنس دادم که عایشه 19 تا 21 سالش بوده. ولی الان همونطور که عرض کردم، در قالب یک مورخ یا یک محقق حدیثی من با شما در اینجا ظاهر نشدم صحبت بکنم. من به عنوان کسی در اینجا با شما صحبت میکنم که معتقدم قرآن که من بهش معتقد هستم خودش رو اکمل و اتم معرفی میکنه و مفهوم اتم و اکمل بی نیازی به سایر منابع و سایر مستنداته. و به این حساب اگر من به عنوان یک آدم، همطور که فرمودید ما همه آدمیم، از تاریخ هم اطلاع داریم، تحت تأثیر تاریخ هم قرار میگیریم، اگر من به عنوان یک مسلمان قبول بکنم که پیامبر اسلام طبق تاریخ، بعضی از تواریخی که گفته شده، با دختر نابالغ ازدواج کرده و قرآن گفته که این شخص خطا نکرده، من هم محمد رو رها میکنم، هم قرآن رو رها میکنم، هم دین اسلام رو. بنابراین دین برای من یک چیز بسیار مهم و جدی است و من برای منافع دنیا یا برای معروف شدن یا قدرت گرفتن یا بقیه چیزها دین رو انتخاب نکردم. چیزی است که عقیده به حقانیت این کتاب دارم و عقیده به تمامیت و کمال این کتاب دارم و وجود تعارضات تاریخی و حدیثی رو مخل به ارزش کتاب میدونم و اونها رو قبول ندارم. ببینید، چون این قسمت بسیار مهمه، این بخش از این گفتگو فوق العاده اهمیت داره، من ناچارم روی پرسشی که بر پایه پرسش‌های بیدندار گذاشته شده کماکان بیستم. چه عایشه 19 تا 21 سالش بوده؟ چه 5 سالش؟ شما با همه احاطه‌ای که دارید می‌فرمایید که شما در مورد ازدواج های پیغمبر اسلام نمیدانید. میدونید یا نمیدونید؟ حتما اطلاع تاریخی دارم، من هم مثل شما تاریخ رو خوندم. خب اگر فقط در تاریخ و در قرآن نیست چی؟ شما قبولش ندارید؟ حتما از نظر قرآنی من نمیتونم قبول داشته باشم، از نظر تاریخی هم نمیتونم قبول داشته باشم. من معتقدم که تاریخ دروغه. جناب آقاسی، اگر قرآن در موردش سکوت کرده باشه، این به معنی دروغ بودن تاریخه؟ اگر تاریخ معارض با قوانین قرآن باشه و پیامبر در تاریخ گفته شده باشه که مرتکب اعمالی شده که معارض با قوانین قرآنی بوده، طبعا اون قسمت از تاریخ. ببینید، شما نمیتونید که اعتبار دو امر متضاد رو، آقای فرزنده، با هم دیگه حفظ بکنید، بگید هم قرآن معتبره و قابل باور و هم تاریخ قابل باوره. وقتی که به تعارض برمیخورید که در یک جایی قرآن در مفهوم گفته محمد این کار رو نکرده، چون گفته هر کاری کرده بر اساس عقل و منطق بوده و خطا نرفته، تاریخ میگوید که محمد خطا کرده، حالا ما اگر بخوایم تاریخ رو قبول بکنیم حتما قرآن رو باید رد بکنیم، اگه قرآن رو قبول بکنیم تاریخ رو باید رد بکنیم. البته از دیدگاه یک مسلمان قرآنی، از دیدگاه هر مسلمانی که ذره عقل تو گلش هست. نه، از دیدگاه هر اسلامی، که هر آدمی که معتقد اسلامی نیست. وقتی که این قرآن به بلوغ نکاحی اشاره میکنه و اصل رضایت رو مبنای ازدواج میدونه، وقتی در تاریخ اسلام، جناب دکتر، سن ازدواج چقدره حداقل؟ در تاریخ قرآن، باز من به تاریخ بر نمیگم، به قرآن بر میگردیم، 9 سال دیگه سن قانونی برای اعتبار رضایت و از صغیر تبدیل به کبیر شدن
به سن بزرگی و بلوغ رسیدن سن نیست که شخص قادر باشه مصالح اقتصادی خودش رو اداره بکنه. این سن نیست که قرآن معین کرده. آیا ما این رقم سن 9 سالی که برای دختران هست این جعلیه؟ حتما جعلیه. علتش هم میدونید که در همون تاریخی که سن 9 سال رو برای دختران معین کرده 700 زن هم برای فتحعلی شاه در نظر گرفته. آیا اون هم قرآنیه؟ اون هم نه تمام نه علمای نه وقت نه نظر دادن که قرآن آزاد گذاشته که حضرت عالی 700 تا زن بگیرید. اون تاریخی که شما بهش پابند هستین و اشاره میکنین تاریخی است که دستخوش و بازیچه و در واقع دستاویز انسان‌های اقتدار طلب در طول تاریخ بوده در 1400 سال گذشته. جان دکتر، وقتی که آقای فتحعلی شاه فوت کرد 726 تا زن و بچه ازش باقی مونده بود. آیا این قرآنی بوده یا نبوده؟ اصلا چه ارتباطی به قرآن داره؟ او گفته که از طبق قرآن نکاح در اسلام باید تابع قرآن باشه. وقتی تعدادش هم محدوده. وقتی ما در قرآن ازدواج دائم داریم و ازدواج منقطع دارن. کجا داریم؟ اجازه بدید. شما یه کارشناس قرآنی رو پی دیگه بیارید. در شیعه امروز که آقای فتحعلی شاه هم یه فرد شیعه بوده، متشرعین زمانه بهش گفتن آقا تو میتونید 4 تا زن عقد فروزنده. من میخوام آدم با انصافی باشم. شما جلسه دیگه یک کارشناس درجه اول، کارشناس ازدواج بیارم دارید؟ نه خیر، کارشناس درجه اول اسلام شیعه یا اسلام سنی یا هر دوشون با هم در اینجا حاضر باشه که واقعا برای بیننده ها این سوء تفاهم پیش نیاد که یک آدم بیگناهی مثل شما رو من مواجه با مسائلی میکنم که واقعیت خارجی نداره. نه، شما الان در این وقت کوتاه باقی مانده به من بگید که در قرآن در مورد تعداد همسران چه نظری داده شده؟ در قرآن اگر که منابع و منافع یتیم به مناسبت قانون موجود مطرح باشه که یک امر مشروطه، مرد میتواند که تا 4 زن در واقع در یک زمان داشته باشه، مشروط بر این که زنها موافق باشند، مشروط بر این که عدالت را رعایت بکنه و بالاتر از همه مشروط بر این که حقوق یتیم و حفظ حقوق یتیم در این ازدواج ها مطرح باشه. یعنی این 4 زن میتونن ازدواج های دائم باشن دیگه؟ یعنی ما فقط ازدواج دائم در قرآن داریم. دائم به معنای این که نه اینکه ابدی باشه. بله، در واقع همون اوپن اندی که فرمودید، ولی ازدواج مقطع به معنایی که ازش به عنوان سیغه استفاده میکنن یا ازش به عنوان عناوین دیگری که زشته استفاده میکنن، هیچ کدام اینها به هیچ عنوان در قرآن گفته نشده. و وقتی ما صحبت ازدواج میکنیم آقای فروزنده، اکثرا اینجور فکر میکنیم که زن یک کالایی است که مرد با او ازدواج میکنه، یعنی یک فاعلیتی در این کار میبینیم، در صورتی که ازدواج یک امر دو طرفه است. ما هیچ توجه نمیکنیم که رضایت طرفین و در واقع اهلیت داشتن و معتبر بودن رضایت طرفین شرط ازدواجه. تمام صحبت هایی که شما اینجا و اونجا میشنوید این است که این مرد با اون زن ازدواج کرد، اون زن با این مرد چه کرد. اون زن هم بایستی که مطابق مرد رضایت بده، مطابق مرد دارای اهلیت باشه و این یک شرایط متقابل است که هر دو باید رعایت بکنه. از شرکتتون در برنامه بسیار متشکرم. بحث ما ناتمام موند. امیدوارم در اولین فرصت که پیش بیاد مجددا از جناب عالی دعوت بکنم و این بار چون شما خودتون بحثو اینجا کشیدید بریم روی آیه های قرآن با هم صحبت بکنیم و من پرسش هم مطرح کنم در رابطه با زن و زناشویی. اگر هم که موافق باشید و فرصت به شما داده بشه در برنامه های آیندتون، من با هر کارشناسی در دنیا که از نظر اعتبار و از نظر دانش و معرفت قرآنی و اسلامی در بالاترین سطح قرار داره برای ادامه این چلنج و درگیری در مورد عدم اعتبار حدیث و عدم اعتبار تاریخ در ارتباط با قرآن حاضر به مذاکره و حتی اشکالات هستن. احتمالی خود قرآن همینطوره. من هم دعوت آقای دکتر آقاسی رو تأکید و تأیید میکنم. بنابراین اگر که مایل هستید در این برنامه، به شرط اینکه کارشناس باشید و بدونید که
چه راهی رو میخواید برید تشریف بیارید، شرکت بفرمایید، به خصوص از کسانی که در علوم طبیعی، تجربی و علم وارد هستن، ازشون میخوام که به یاری من بیان تا ببینیم که آیا واقعا همه چیز رو میشه در قرآن پیدا کرد یا خیر. سپاسگزارم یک بار دیگه از حضورتون در برنامه. ممنونم. از سرکار خانم هم تشکر میکنم، همراه و همدم همیشگی شما. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.